قوة إسلتي في سير الإرادة حركات بدم وعلو سير همة حركتي واجتهاد في وجديات العمل قوات دار إرودة واستشراف سايكو للمستقبل. شش دار أمال بلان بدني همات ونظر كردم با أوينداس غيرتك إنه شش دار النشاط كور به سببي تنجز حلي المهام مهمات وتدرك دار كردن الطموحات نتيجة هو وتتحقق وتحقيق الرايات يوفتني والنشاط مقصد هو محمود سير حركات ومدموم. بدان دو نواس يكم تعريف كرده شده دوم مزمت كرده شده از فالمحمود تعريف كرده هو ما شده كان في اون يكي الطاعات در والأمور توات و النافعة در في كورهوي الدنيا، فائده نوف در والمدموم اين دنيا ما است و كان في مزمت المعصية كرده شده وفيما لا اون نفع يكي در فيها گناه أو بود ما و يكون اون منه يكي على از وجه اون الرياح. فائده نيست و يو والنشاط عمل مكند المحمود كي تنها سوق بخاطر ومظاهر ريا و خودنمائي متعددة، باشد منها و در سير الجد في حركتي الإقبال شخصي على فعل تعريف الطاعات، كرده شده چند الإقبال على مظاهر العمل است بجد يكم سعي مع کوشش در الالتزام توات به ها دوم والانضباط هر کار فيه، را با جدیت استثمار قبول الوقت کردن سوم والاستفادة منه غنیمت دانستن وعدم وقت و تضييعه، بیهوده صرف إتقان نکردن آن العمل چهارم وتنظيمه، مستحکم تحديد بدن در الأهداف کار و والأخذ بأسباب بتنظیم تنظیم در تحقيقها، آوردن آن ومن انجام الوسائل محدود کردن المعينة على مقصد اکتساب ها و النشاط برای وزيادته تحقیق آن پیروی الشعور سبب ها شدن بالمسؤولية و وعدم برای زیاد التهاون شدن في سیر أداء حركتي التكاليف. انحس کردن المبادرة إلى مسئولیت العمل است حرکت کردن به النفس سوی على عمل است و المداومة بیاد والمثابرة آوردن في نعمت های كل الظروف، پروردگار است زیرا فذكروا بیاد نعم الله آوردن نعمت تعالى های فإن پروردگار ذكرها داع محبت إلى او محبته تعالی و هو جد منشط جهد على را در عبادته عبادت زیاده می مصاحبة گرداند أصحاب و النشاط همصحبت شدن والهمة با والاجتهاد آنهایی که با غیرت هستند وللنشاط سبب ثمرات همت عظيمة بلندی تعود على و سیر المتخلق حرکتی می به شود بالنفع و در با والخير، غیرت بودن و منها سعی کوشش أن داشتن النشاط في العبادة فائده های دليل زیادی على است رضا از الله آنها با وعلامة غیرت على بودن در القربين، عبادت أن دلالت بر النشاط في ازادگی عمل الخير پروردگار می کند و يسبب این المرء أحب علامتی الله نزدیک ورضا بودن الناس، به او أن تعالی است النشاط و با سبب غیرت للسعادة بودن در کارهای وانشراح خیر الصدر. سبب محبت پروردگار و راضیگی مردم است و با غیرت بودن سبب خوشبختی و کشاده شدن صدر قال انسان ابن است القيم شیخ ابن رحمه قیم الله: رحمه الله گفت الكسالى شخصان أكثر تنبل الناس هما مردمی وغما هستند که وحزنا، بیشتر ليس لهم غم فرح غصه ولا و سرور اندوهگین بخلاف هستند که هیچ أرباب خوشحالی النشاط و والجد خرسندی فيه. ندارند آنها در سیر حرکتی خلاف جد و جهد در عمل هستند عمل و بر تو باد که فعليك همیشه با بالنشاط غیرت باشی و واستعذ از بالله تنبلی من الكسل به الله سبحانه فإن و النبي تعالی صلى پناه الله ببر عليه زیرا وسلم پیامبر صلی كان الله علیه و يستعيذ سلم بالله نیز منه از آن ويقول: پناه جسته اللهم چنین إني می گفتند أعوذ بك من پروردگارا الهم از والحزن ناتوانی و تنبلی و والعجز بزدلی و پیری والبخل والجبن و بخل و وولع عذاب قبر الدين و وغلبة فتنه الرجال. قبر فتنه مرگ و زندگی و از شر خمگردیدن کمر در زیر بار قرض و از شر قهر و خشونت صاحب قرض به تو پناه می جویم. حدیث با روایت امام بخاری.